چند تا از دستگیر شده ها که زیر 15 سال سن داشتن گریه میکردن، هم برای من هم از ترس اتفاقات فردا و فرداهای بعدی. اونا وقتی صدای زجه کساری رو که کتک میخوردن میشنیدن بیشتر گریه میکردن. ساعت 11 صبح شده بود که اعلام کردن آماده شید برای امتحان. به کجا؟ به جای دیگه برای بازجویی. بالاخره ظهر پنجشنبه ساعت 12:30 من و بقیه رو سوار چندین دستگاه خودروی ون کردن. با کمال تعجب از هر نفر هم 2000 تومان هزینه عیاب و ذهاب گرفتن. به محل محوطه که رسیدیم، ما رو بعد از گذشتن از 3 محوطه به حیات یک ساختمون بردن، محوطه باز ولی محصور شده در بین 4 ساختمون. اولین صحنه دیدن جمعیتی در حدود 600 تا 700 نفر بازداشتی دیگه بود، از 14 ساله تا پیرمرد 85 ساله. اول طبق سنت دیگه اماکن نظامی پذیراییش بود. مشت و لگد و باتون، شلنگ آب و کاب و یا یک کشیده بی هوا. سهم من یک کشیده و یه ضربه باتون بود که دقیقا روی محل جراحی خورد و بعدش خون و خون و خون. در حین پذیرایی اقدام به پخش 3 برگ باجویی و یه پوشه مربوط به قوه قضاییه کردم. پس از تکمیل فرم‌های باجویی از همه انگشت‌نگاری کردم. پس از جمع‌آوری پرونده‌ها چند نفر وارد محوطه شدند که ظاهراً جناب قاضی بود و همراهان و مستشاران قضایی. در ابتدای ورود با کلمات رکیک و ناسزا به ما عرازل، البته از دید ایشان، خواستار صلوات محمدی پسند شدن تا شاید خداوند از گناهان ما بگذرد. سپس نطقی 15 دقیقه‌ای که شامل الفاظ رکیک بود و بس. مستشاران شروع به منگنه برگه ها به تک تک پرونده ها کردن و مهر و امضای برگه ها، برگه های اعزام به اوین و اعزام به زندان های دیگه.